انسان کامل، نوشته عزیزالدین نصفی، تهیه شده در هستی اوریان، رساله 13 در بیان عالم ملک، ملکوت و جبروت، رساله 3. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین، الصلاة و السلام علی انبیائه و اولیائه خیر خلقه و علی آلهم و اصحابهم طیبین و طاهرین. ای درویش، باشد که در این رساله بحث ملک، ملکوت و جبروت تمام شود. قسمت اول، در بیان وحدت. بدان که ملک عالم ازداد است و ملکوت عالم ترتب و جبروت عالم وحدت، و در عالم جبروت ترتب و ازداد نبود، از جهت آنکه عالم جبروت عالم وحدت است، همه داشت و هیچ نداشت. ای درویش، مرتبه ذات چنین باشد، همه دارد و هیچ ندارد. عالم جبروت پاک، صافی، ساده و بی‌نقش است، نام و نشان ندارد و شکل و صورت هم ندارد. و در عالم ملکوت ترتب پیدا آمد، نام و نشان ظاهر شد، یعنی اسامی عقول، نفوس و طبایع پیدا آمدند و مراتب کروبیان و روحانیان ظاهر شدند. و در عالم ملک ازداد پیدا آمدند، آتش، آب، خاک، پار، امسال، سال آینده، دی، امروز و فردا ظاهر گشتند. ای درویش، در عالم جبروت شهد و انزل یک طعام دارند، تریاق و زهر در یک ظرف پرورش میابند، باز و مرغ با هم زندگانی میکنند، گرگ و گوسفند با هم میباشند، روز و شب و نور و ظلمت یک رنگ دارند، ازل و ابد، دی و فردا همخوانند، ابلیس را با آدم دشمنی نیست و نمرود و ابراهیم به صلحند، فرعون را با موسی جنگ نیست. وحدتی است پیش از کثرت و وحدتی است بعد از کثرت. این وحدت آخرین کار دارد. اگر سالک به این وحدت آخرین رسد، موحد است و از شرک خلاص یابد. حکما از وحدت اول با خبرند، اما از وحدت آخرین بی بهره و بی نصیبند. ای درویش، اگر کثرت نبودی، توحید را وجود نبودی، از جهت آنکه معنی مطابق توحید یکی کردن است. یکی را یکی نتوان کردن، چیزهای بسیار را یکی توان کردن. چیزهای بسیار را یکی کردن به دو طریق باشد، یکی به طریق علم و یکی به طریق عمل. پس توحید دو قسم شد، یکی توحید علمی و یکی توحید عملی. ای درویش، هر که توحید را به نهایت رساند، علامت آن باشد که اگرچه نمرود را با ابراهیم به جنگ بیند و فرعون را با موسی دشمن بیند، یکی داند و یکی بیند. این است وحدت آخرین. چون توحید به نهایت رسد، مقام وحدت پیدا آید.